پیام تازه سلمان خان پس از شکایت سیتا قاسمی از این بازیگر، پیامی که با خشم سیتا قاسمی و فعالیت‌های وی بیان کرده است. سلمان خان در مورد حرفای سیتا قاسمی چی گفته است و چرا از این هنرمند دلگیر شده است؟ در بعضی فیلم ها کار کنم، اما فیلم هایی که من خودم میخوایم، نه فیلم هایی که برای ما آمده بود و آمده میره یا اینا. درست است من مثال شخص من کار کنم در هندوستان که مثال برای من زیاد پیشنهاد شده بود، من خودم نکدم. سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر کانال ما خوش آمدید. جهت حمایت از ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. روز گذشته سیتا قاسمی در یکی از برنامه‌های لایو خود از سلمان خان و کارگردان فیلم‌های وی شکایت نمود و گفت چندین مرتبه از طرف بالیوود و تیم سلمان خان برایش پیشنهاد اشتراک در فیلم‌های وی داده شده است، ولی این هنرمند اوان نپذیرفته است. و وقتی که در فیلم اندوستان اندی رفتی دیگه، باید هر چوکات از چوکات باید برای دیگه بیرون لباس پوشیدنت از اول از لباس پوشیدن. سیتا قاسمی دلیل اشتراک نکردن خود در فیلم های اندی سلمان خان برهنه بودن لباس ها و صحنه های غیر اخلاقی این فیلم ها بیان کرده است. تازه بعضی حرفای سیتا قاسمی که در مورد سلمان خان گفته شده است در رسانه های اندی ترجمه شده و نشر می شود و تعدادی از رسانه های اندی این حرفا را سوژه داغ خود قرار دادند. پس از نشر و پخش این حرفا در رسانه های هندوستان، شب گذشته سلمان خان در مورد سیتا قاسمی پیام در استوری اینستاگرام خود گذاشت و در مورد سیتا قاسمی چنین نوشته است: خودت تعیین نمیتونی، در آهنگم خودم تعیین میکنم که چی بپوشم. اما وقتی که می در یک فیلم نقش بازی میکنی، بازو هم در بالیوود، اونا برات تعیین میکنن که تو چی میگی. سیتا قاسمی هنرمند جوان در مورد من حرفایی گفته است که گویا من مایل بازی کردن وی در فیلم های خود بودم. واقعا خنده دار است. این در حال است که سیتا قاسمی روابط خود با سلمان خان را دوستانه و صمیمانه بیان کرده بود و گفته بود که هر زمان فیلم های مسلمانی و افغانی درست میکرد وی میتواند اشتراک کند و با وی خبر دهند. سیتا قاسمی یکی از هنرمندان شناخته شده افغان است که صفحه رسمی وی بیشتر از 1,000,000 فالوور دارد و بیشتر فالوورهایش از تاجیکستان و هندوستان می باشد. Thank you.
Thank you.